بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان. اکنون که به 150 سال پیش برمیگردیم و تاریخچه این دوره را مرور میکنیم، میبینیم در یک تقسیم بندی کلی و کلان سه نوع رویکرد اسلامی به مثابه سه نوع پاسخ به مشکل عقب موندگی و یا به عبارتی به مسئله مهم نوع رابطه اسلام با غرب قابل تشخیص و شناسایی است. با درود فراوان مرور میکنیم کنفرانس برلین را که در فروردین ماه سال 1379 یعنی ماه آپریل سال 2000 14 سال پیش در برلین برقرار شد. برقرار که چه عرض کنم، اگر تصاویر این کنفرانس را مشاهده کرده باشید با من هم عقیده خواهید بود که یک فرصت تاریخی به هدر رفت. 14 سال پیش در دومین ماه برقراری دولت آقای محمد خاتمی که با رأی بیش از 22 میلیون هموطن داخل کشور انتخاب شده بود، بنا به پیشنهاد بنیاد هنریش بول آلمان، کنفرانسی تحت عنوان ایران پس از انتخابات در برلین برنامه ریزی شد. اما وزارت اطلاعات و بیت رهبری آن دوران برای مقابله با این انتخابات و انتخاب محمد خاتمی که نماینده اصلاح طلبان آن دوره ایران بود، تصمیم به مقابله و مبارزه گرفت که در این راستا اول سعید حجاریان وزیر ارشاد خاتمی ترور شد، سپس اکثر افرادی که در کنفرانس برلین شرکت کرده بودند پس از بازگشت به وطن دستگیر شده و به زندان افتادند. قتل‌های زنجیره‌ای را شاهد بودیم که با قتل پروانه و داریوش و فروهر به اوج خود رسید. این همه فقط به علت انتخاب محمد خاتمی با رأی واقعی بیش از 22 میلیون بود که باعث گردید سپاه و بیت رهبری موقعیت خود را در خطر ببیند و اقدام به کشتار دیگراندیشان کند. این در حالی اتفاق می افتاد که محمد خاتمی و حزب پشتیبان او خود به اصلاح طلبان حکومتی تعلق داشتند و حفظ و بقای حکومت اسلامی یکی از اهداف آنها بود و امروز هم هست. به هر حال در فروردین ماه سال 1379 دولت آقای خاتمی تصمیم گرفت 17 تن از روشنفکران و دیگر اندیشان آن روز ایران را جهت شرکت در این نشست به برلین بفرستند. در اولین روز و اولین ساعات برقراری این کنفرانس، به غیر از خرابکاری جمهوری اسلامی که یک مرد اوریان را جهت برهم زدن جلسه به میدان آوردند، همچنین خانمی را از شهری دیگر وارد سالن کردند که در موقع سخنرانی به رقص و پایکوبی بپردازد، اپوزیسیون ایرانی هم که عبارت از چند گروه کوچک و چند نفر مانند حزب کمونیست کارگری و چند گروه دیگر با نام‌های مختلف بودند، به تظاهرات پرداختند و همراه با عمال جمهوری اسلامی از برهم زدن جلسه کوتاهی نکردند. امروز که پس از 14 سال به این واقع می نگریم، می بینیم که ایرانیان مخالف برگزاری این کنفرانس راه خطا رفتند و درست است که غربت نشینان و کوچ کنندگان ایرانی هنوز آسیب دیده از جراحت هجرت بودند، ولی این فرصتی بود که برای اولین بار بین فعالین داخل و خارج کشور گفتمانی پا می گرفت که می توانست بسیار سازنده باشد، که متاسفانه جمهوری اسلامی و گروه های تندرو خارج از کشور مانع آن شدند. ببینید، همانطور که در داخل کشور حق و حقوق ما پایمال می شود و اشخاصی که نماینده من و شما نیستند برای ما تصمیم می گیرند، از رهبر گرفته تا رئیس جمهور انتصابی و دیگر دایناسورهای ما قبل تاریخ، در برلین هم گروه های اقلیت کوچکی که فعال بودن با حرکاتی که معمولا ما در حاکمیت امروز کشورمان بیشتر شاهدش هستیم،
با برهم زدن جلسه در روز اول به حق و حقوق دیگر شهروندان تجاوز کردند و نگذاشتند که این گفتمان در روز آغازین خودش توسط بنیاد هنریش بول با نزاکت و رفتار متمدنانه پا بگیرد و نتیجه دهد. من خودم از سال 1956 در برلین زندگی می کردم و با فضای سیاسی و اجتماعی شهر کاملا آشنا بودم و هستم. به هر حال تظاهر کننده اصلی در آن روز شادی امین بود که با تحریک دیگران را نیز به برهم زدن جلسه تشویق می کرد. ما اینجا تشکلی رو با عده زنان برلین در اعتراض به این قضیه درست کردیم، به این سمینار که نام خودمون رو گذاشتیم گروهی از زنان تبعیدی ایرانی علیه بنیادگرایی. در تو این مسئله من انتخاب شدم که اول جلسه در اعتراض به 21 سال جنایت رژیم و احترام به کسانی که در این سالها کشته شدن اعلام یک دقیقه سکوت بکنیم و بخوایم که یک دقیقه سکوت. متاسفانه از همون اول ایرانیایی که تو سالن معمولاً رسمم شده تازگی در خارج از کشور که از این شیوه استفاده میشه و اگه کسی پاشه مخالف سخنرانو حرف بزنه دیگران قبل از رئیس جلسه و انتظامات سالن سعی میکنن ساکتش کنن، با توجه اینکه قصد ما نه برهم زدن نه اصلا اصولاً ایجاد کوچکترین آشوبی در سالن در اون لحظه بود. ما 20 ساله در ایران برای احقاق حقوق مردم میجنگیم و شما که بعد از 20 سال و شما که بعد از 20 سال این امکان پیش آورده شده که با جهان گفتگو کنیم و این امکانات رو به جهان اطلاع بدیم مانعش میشید. میدانید این اقدام بیشتر از کجا سرچشمه میگرفت؟ از آنجایی که ما تا آن روز هرگز با هموطنان داخل کشورمان به طور مستقیم به گفتگو ننشسته بودیم و اصولا هر کرا که در ایران فعال بود با چشم دشمن می دیدیم، از جمله اکبر گنجی و مهرانگیز کار که امروز هر دو اینها به قوم کوچ کنندگان پیوستند. آقای گنجی، شما در سالهای دراز با رژیم جمهوری اسلامی کار کردین، پاسدار بودین و من نمیدونم چقدر جنایت کردین. اول بدید دم دادگاه جواب بدید بعد اینجا بیاد. خانم مهرانگیز کار، شما روسری سر دارید، لایق نیستین. اگر ما خواهان دموکراسی هستیم، دموکراسی برای همه است، هم با ریش ها هم بی ریش ها، هم با حجاب ها هم بی حجاب ها. این نمیشه. کسی که میگه آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه، این دموکرات نیست، و کسی هم که عکسشو میگه دموکرات نیست. به هر حال در روز اول تندروهای خارج از کشور چنان نمایشی برپا کردند که برگزار کنندگان آلمانی از کرده خود پشیمان شدند. در حالی است که بنیادهای روشنفکری آلمان با شناختی که از فرهنگ کهن ما دارند چنین برخوردی را پیش بینی نمی کردند. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich begrüßen im Namen des Hauses der Kultur und der Welt.
Ich vermute nur, dass Sie bald heiser sind und dann nicht mehr weitersprechen können. So lange warte ich eben. Wenn man mal angeht, blasen wir die weg. Lass dir sie sagen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich werde so lange warten, bis Ihre Stimmen heiser sind. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich zu dem heutigen Abend hier begrüßen. Ich freue mich, dass so viele dass so viele von Ihnen heute Abend Ihren Weg hierhin gefunden haben und ganz offensichtlich die große Mehrheit in diesem Saal der Diskussion heute Abend folgen möchte. بله، ایجاد ارتباط بین کوچ‌کنندگان ایرانی و اپوزیسیون داخل کشور فرصتی بود که به بیراهه کشیده شد. در برنامه هفته قبل پس از آرام کردن اکثر جمعیت توسط بهمن نیرومند که در این کنفرانس نقش فعالی داشت، دیدگاه زنده‌یاد عزت الله صحابی و سخنان حسن یوسفی اشکیوری را شاهد شدید. امروز در ادامه با سخنان مهرنگیز کار شروع می‌کنیم و در پایان به بحث و گفتگوهای خارج از کنفرانس می‌پردازیم که البته آنها هم از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. من ایران بعد از انتخابات مجلس ششم گرفتار یک بحران جدی در حوزه قانونگذاری خواهد شد. مطالبات مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می دهند. این مطالبات چنان است که ضرورت داوری و بررسی عملکرد حاکمیت را نه تنها در 10 سال گذشته بلکه در 21 سال گذشته امری لازم تحقق می بخشد و مردم ایران چنین توقعی از جریان اصلاح گرایی در ایران دارند. مردم ایران به جبران نقض حقوق بشر در 21 سال گذشته و نقض حقوق مردم توقع دارند که مجلس ششم با بازنگری دقیق در قوانین ایران موجبات تحقق بخشیدن به شعارهای اصلاح گرایی را به صورت
قوانین مدون و لازم الاجرا فراهم سازد. در حال حاضر قوانین ایران به شعار ایران برای تمام ایرانیان و ارج نهادن بر حقوق مخالفان و مشارکت همه مردم ایران به خصوص طیف وسیع سکولار در ایران، از مشارکت وسیع آنها در حیات سیاسی و اجتماعی کشور جلوگیری می کند. این قوانین در حوزه مطبوعات، در حوزه آزادی بیان و نشر، در حوزه زنان، در حوزه غیر مسلمانان، در حوزه دگراندیشان، در حوزه متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیاز به بازنگری دقیق دارد. مجلس پنجم قانونگذاری ایران ناگزیر است اگر بخواهد صادقانه و در جهت تحقق شعارهای اصلاحگرایی اقدام بکند، موجبات تغییر اساسی در این قوانین و انطباق آنها را با موازین حقوق بشر فراهم سازد. اما به لحاظ ساختار حقوقی و سیاسی که ما در آن به سر می‌بریم، آنچه گفتم و ضروری است، خواستن است اما توانستن نیست، زیرا به موجب اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولا تمام قوانین و مقررات باید در انطباق با موازین و مبانی اسلامی باشد. نظر به این که قوانین عادی ایران تعریف واحد و منسجمی از موازین و مبانی اسلامی ارائه نداده است، در نتیجه مجریان قوانین می توانند هر یک به سلیقه خود و بنابر مصالح جناحی و سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهند که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرد. بنابراین آسان نیست برای مجلس پنجم که به مطالبات وسیع مردم، مجلس ششم که به مطالبات وسیع مردم در امر قانونگذاری پاسخ فوری و مثبت بدهد. در نتیجه ما در انتظار بحرانهایی در حوزه قانونگذاری کشور هستیم و مکانیسم قانونگذاری در مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی متاسفانه مکانیسم و نظام پیچیده است که مشکل ساز است. بنابراین در مجلس ششم قانونگذاری مواجه خواهیم شد با مسائل عمده‌ای مانند ضرورت بازنگری در قوانین خشونت‌آمیز، به خصوص قوانینی که حقوق زنان نیمه ای از جمعیت را تضییع می کند و در مواردی که شهروندان را به درجات مختلف تقسیم می کند و حقوق شهروندی مساوی تعیین نشده است. با توجه به این پیچیدگی در نظام قانونگذاری کشور است که ضمن آنکه حوزه قانونگذاری را بعد از انتخابات مجلس ششم بحرانی تصویر می کنیم، اما امیدواریم از یک مکانیسم مثبت که در این قانون وجود دارد و عبارت است از ارجاع به همه پرسی در مواردی استفاده بشود و
موانع حقوقی از پیش پای اصلاحات در کشور برداشته شود. متشکرم. و اما خانم مهرنگیز کار پس از بازگشت به تهران به مدت 2 ماه در امین زندانی شد و در یک سلول انفرادی با چادری مرطوب روی زمین تا 2 روز بدون میل به غذا. موقعی که از زندانبان زن تقاضای یک چای کرد به او گفته شد که اینجا زندان اوین است نه هتل اوین. بعدها ایشان هم به خارج مهاجرت کردند و به کوچ کنندگان پیوستند، کوچ کنندگانی که بدون شک آینده سازان ایرانند. 4 میلیون مهاجر ایرانی. دوم ریاضی بکرم الان جو پناهنده شدم. این کاری رو که کردم نامشو فرار بذاش. کوچه بزرگ ایرانیان. پس من یه موجود بی خانه ای هستم. آقای گنجی من نمیدونم چقدر جنایت کردی. ذوق نزن که بچت اوکی اوکی بگه. من الان هم در شرایط ترور زندگی میکنم. همون روز من استعفا دادم. جهنم حکومت اسلامی نجات بده. بعد از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن. منو توی گونی بکنن آویزون کنن با کاب بزنن. هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه. از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانی است. این 4 میلیون آینده ساز ایران خواهند شد. ایرانیان خارج کشور و به امید روزی که به امید بازگشت شرافتمندانه کلیه ایرانیان به ایران عزیز. دموکراسی محصول انسانهای دموکرات است و بدون آدمیان دموکرات ایجاد دموکراسی محال است. دموکراسی متکی به آدمیان عقلانی است، کسانی که حاضر نیستند صدای مخالفان خود را بشنوند و کسانی که حاضر به گفتگو نیستند آنها دموکرات نیستند. دموکرات به فردی اطلاق می شود که اهداف و آرمانهای خود را به شیوه عقلایی و با استدلال و منطق دفاع میکند. کسانی که از این فرایند بیرون باشند بیهوده شعار دموکراسی سر میدهند. رژیم ها و نظام های سیاسی به 2 دسته تقسیم میشوند، رژیم های اصلاح پذیر و رژیم های اصلاح ناپذیر. رژیم های اصلاح ناپذیر رژیم هایی هستند که فقط و فقط با انقلاب و براندازی می توان آنها را تغییر داد. اما رژیم های اصلاح پذیر رژیم هایی هستند که به شیوه های دموکراتیک مسالمت آمیز و از طریق انتخابات تغییر می کنند. تاریخ بشریت نشان داده است که به شیوه های انقلابی نمی توان دموکراسی ایجاد کرد و انقلابات و انقلابیون قاصر از ایجاد حکومت‌های دموکرات هستند. رژیم‌های اصلاح پذیر 2 سر یک طیف بزرگ را تشکیل می‌دهند. در 1 سر طیف رژیم‌هایی قرار دارند که حداکثر اصلاحات را مجاز می‌شناسند و در سر دیگر طیف رژیم‌هایی قرار دارن که حداقل اصلاحات را مجاز می‌شمارن. نظام اصلاح پذیر دموکراتیک به نظامی اطلاق می‌شود که به طور مستمر از طریق انتخابات حاکمان آن با رأی مستقیم مردم تغییر می‌کنن. در این گونه رژیم‌ها آزادی گفتار، بیان، عقیده و رفتار به رسمیت شناخته می شود. فرایند دموکراتیک محصول فرهنگ دموکراتیک است. کسانی که هیچ بویی از فرهنگ دموکراتیک نبردند نمی توانند شعار دموکراسی سر دهند. این فرایند متکی به رعایت قواعد دموکراتیک است. خشونت
خشونت روشی است که محصولی جز خشونت به بار نخواهد آورد و درخت مرداب متعفن خشونت میوه های جز خشونت و تروریسم به دنبال نخواهد داشت. آزادی عرصه سیاست همچون عرصه اقتصاد است. همان گونه که بازار اقتصاد بدون رقابت و بدون حضور رقبا به کار خود نمیتواند ادامه دهد، بازار سیاست متکی به رقابت تمام عیار گروه ها و احزاب مختلف است. آزادی برای همگان مطلوب نیست. تنها کسانی آزادی را میپسندند که کالایی برای عرضه در بازار سیاست داشته باشند. آنها که هیچ کالایی برای عرضه در بازار آزاد سیاست ندارند با آزادی مخالفند و اجازه سخن گفتن به مخالفان خود را نمیدهند. جنبش اصلاحات ایران، جنبش جامعه مدنی ایران با دو خطر روبرو است. یکی گروه های محافظه‌کار داخلی و دیگری اپوزیسیون خشونت طلب خارج از کشور. این جنبش محافظه‌کاران داخل کشور به دلیل از دست دادن قدرت نگران از دست دادن قدرت بادآورده و ثروت بادآورده هستند، لذا در مقابل فرایند مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون مقاومت کرده و مقاومت آنها به صورت جنبش‌های نئوفاشیستی هست که کاری جز ترور ندارند. همزمان با تروریسم داخلی، تروریسم خارجی به حمایت از تروریست‌های داخلی برمی‌خیزد و هرگاه شاهد ترور و قتل‌های زنجیره‌ای در داخل هستیم، همزمان خمپاره‌های خارجی به طرف دموکراسی ایران شلیک می‌شود. دموکراسی هیچگاه با شلیک خمپاره ایجاد نخواهد شد. و آنها که خمپاره به سوی ملت خود شلیک می‌کنند، چیزی جز رژیم توتالیتاریسم برقرار نخواهند کرد. مهمترین حادثه پس از انتخابات مجلس ششم به گمان من ترور سعید حجاریان است. ترور سعید حجاریان پس از انتخابات مجلس ششم یک علامت بود، علامتی که کسانی نشان دادن که مغز اصلاحات ایران را نشانه گرفتند و میخواهند بگویند که منتظر این نخواهند نشست که به طریق انتخابات دموکراتیک از عرصه سیاست حذف شوند. عرصه سیاست ایران اکنون عرصه بسیار متنوع و متکثر است که گروه‌های مختلف در آن حضور دارند. آنچه لازم است ما بدانیم و به آن اعتقاد داشته باشیم آن است که دموکراسی روشی است معین برای رسیدن به نتایج نامعین. از قبل و پیشاپیش معین نیست که به روش‌های دموکراتیک چه حزب و گروهی بر صدر می‌نشیند و چه حزب و گروهی از قدرت برکنار می‌شود. آنچه برای ما مهم است قبول قواعد دموکراتیک است. قواعد دموکراتیک به ما میگوید که به طریق نوبه‌ای قدرت را به احزاب مختلف بسپاریم و در مدت معین مردم مجاز باشند درباره حکومت و حاکمان داوری کنند. در واقع انتخابات روز قیامت و روز داوری درباره حاکمان است. اگر کسانی بخواهند به روش‌های غیر از گفتگو رایزنی جمعی به اهداف خود دست بیابند، به راه بیهوده می روند که هیچگاه به دموکراسی هم دست نخواهم یافت. در داخل کشور و در خارج کشور آنها که به خشونت پناه می برند
به گفته روانشناسان اجتماعی ناکامی خود را جبران می‌کنند. ناکامانی که به آرمان‌های خود دست نیافتند، آرمان‌هایشان کسانی که به عصر سپری شده تعلق دارند، عصر تروریسم، عصر خشونت، اینک می‌خواهند به زور خود را به مردم تحمیل کنند. دوران خشونت و تروریسم گذشته است و هیچ کس دیگر نخواهد توانست با زور و فشنگ و اسلحه و خمپاره بر ایران حکومت کند. اکبر گنجی هم پس از بازگشت به وطن چندین بار دادگاهی و مورد ضرب و جرح قرار گرفت و سرانجام به 6 سال زندان محکوم شد که در پایان به اعتصاب قضا دست زد و نهایتاً با کمری شکسته از ایران خارج شد و به کوچ کنندگان پیوست. امروز مشارکت مردم تنها و تنها در جهت توسعه سیاسی به آزادی خانه مفهوم پیدا میکنه. سخنرانی های داخل سالن در روز دوم از تنش کمتری برخوردار بود، زیرا برگزار کنندگان کسانی را که در روز اول در برهم زدن جلسه نقش داشتند به سالن راه ندادند. در نتیجه خارج از سالن هم تظاهرات و گفتگو ادامه پیدا کرد. دو خوردی سال پیش ولتر میگه که با عقیده تو مخالفم، با عقیده نشوار نیست. اینا حرفای مفتیه که هر موقع کم میارن این حرفا میزن. اونجایی که زورشون برسه با مسلسل، با اعدام و با زندان مردم رو به اونجا ها میکشونن که بس به اینجا ها میکشه. اون موقع آقا دموکراسی صحبت میکنه. نکشیدن زندان و اعدام رو، فقط شما ها نکشیدی. شما چرا؟ پس چرا حرفشو میزنی؟ اگر نکشیدی حرفشو نزن. اجازه بدی آقای خان همین فضایی که هر روز دارن شکنجه میشن خانم، که مغزها رو شناسایی کنن بکشن. نه خیلی خان، خانم فکر کنم من یکی از همون مغزها بود. بله تو ایران در زندان رژیم اینجا بشه که تو ایران تمام در زندانای کسی که بعد چندین سال بودم خانم، من هنوز آزاد نشدم از زندان جمهوری. شما شخصیتتون رو با این کار نشون میدید. شما نشان دهنده شخصیت شماست. جز این که خیانت رو ما نکردیم. نخیر عزیز من، ما خودمون رو به جنبش مردم. کی خیانت؟ کی ما تایید کردم؟ من چی تایید کردم؟ نه من آقا جمهوری اسلامی همین امپریالیسم میجنگه. چی شد؟ دارم توده ای چرا من توده هستم؟ آیا من توده حق شهروندی اکثریت هستم؟ من یک فردم مثل تو مهاجر سیاسی هستم. من مادرمو ندیدم، پدرمو ندیدم. ببین من تبعیدی سیاسی هستم، چیز دیگه. من تبعیدی سیاسی ام. من توی مملکت خودم اجازه فعالیت نداشتم. در نهایت کار به جایی کشید که جلوی سخنرانی محمود دولت آبادی هم گرفته شد که در هفته آینده به آن میپردازیم. با ما باشید. به من بگید باریکلا حاصل 50 سال کار منو پس بدید. باریکلا آفرین به شما، آفرین. بنشینیم. خواهش کردم بنشینیم. چقدر از این لفظ مرگ بدم میاد. دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمنخو آدمی خوار است. چقدر از مرگ اندیشان و از مرگ سازان متنفرم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.